خب امروز به یک معنی یک نقطه عطف بود، یک نقطه چرخش بود، بعد از شاید حدود یک ماه که یک فروکش نسبی شده بود در میزان فعالیت ها و تظاهرات خیابانی و حکومت تلاش میکرد این چنین القا بکنه که این نشون افول و پایان جنبش سبز هست، در یک فاصله کوتاهی دیدیم که به محض اینکه اولین فرصت به دست اومد بار دیگه با همون انرژی به مراتب قوی تر و در زیر بدترین حملات و وقایعی که در یکی دو ماه اخیر اتفاق افتاده مردم دیدن که بدون ترس برگشتند و خیابان‌ها رو فتح کردن و در واقع حاکم خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرستان‌ها بودن. حالا به هر حال با توجه به مسئله بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس عالی، قطعا آنچه که حرکت دانشجویی معمولا از خودش نشون میده بازتابی است از شرایط و فضای حاکم، و با توجه به این که ما امروز دیدیم و انرژی جدیدی رو که در فعالیت‌های مردمی بود، قطعا بازگشایی دانشگاه‌ها با یک همچین روحیه‌ای به مراتب گسترده‌تر و عمیق‌تر ما به احتمال قوی شاهدش خواهیم بود در مدارس عالی، دانشگاه‌های آزاد، دانشگاه‌های تهران و اصولا هر جا که دانشجو حضور داره. یعنی نقطه عطفی که فرمودید امروز مشاهده شد، فکر می‌کنید بر نگرانی دولت از بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها خواهد افزود؟ دانشگاه‌ها شاید مهمترین منبع نگرانی برای حکومت جمهوری اسلامی باشه. دلیل داره. چه دلیلی؟ ببینید، یکی مسئله سابقه تاریخی جنبش دانشجویی هست. ما در ایران به هر حال به دلایل گوناگون سیاسی و فرهنگی و غیره، ما هیچ جنبشی رو نداریم که به اندازه جنبش دانشجویی قدمت و تداوم داشته باشه. یعنی از آغاز تشکیل دانشگاه تهران در اواخر دوران رضاشاه به این سو، همواره دانشگاه کانون اصلی مبارزات سیاسی ضد استبدادی و استقلال طلبانه بود، پس ببینید که در چه دوره ما بودیم. بنابراین با یک نهادی ما طرف هستیم که یک سابقه بسیار دیرینه داره در این امر، با تجربه است و سنت داره. این یک امر. دوم این که در یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی که تشکل‌های سیاسی مخالف کلاً ممنوع هستند، دانشگاه‌ها یک شبکه سراسری هستند که خود به خود امر بسیج شدن دانشجویان رو تسهیل می‌کنند. یعنی به یک معنی میشه گفتش که نقشی که مثلا مساجد داشتن در جریان انقلاب 1357 به خاطر اینکه حضور همه جایی داشتن، در تمامی محلات و شهرها حضور داشتن، خب در یک درجه کمتر از اون دانشگاه ها و مدارس عالی و حتی دبیرستان ها در ایران امروز دارن. یعنی جاهایی هستن که محل تجمع هستند، شبکه های ارتباطی هستند و امروز به مدد تکنولوژی اینها در سراسر ایران و حتی خارج از ایران با یکدیگر در تماس هستند. بنابراین دلیل دوم. و دلیل سومش هم این هستش که اصولا یک حالت علمی جایی هستش که تفکر علمی لانه کرده و تفکر علمی در واقع دشمن اصلی تفکری است که حکومت فعلی میخواد حقنه بکنه بر جامعه. بنابراین دانشگاه همچنین کانون تولید فکر، اندیشه هست و این خب طبیعتاً چیزی نیستش که به خصوص حکومت کودتا بتونه باش راحت باشه. آیا دکتر مشایخی، به قدمت جنبش دانشجویی اشاره کردید به عنوان کانون مبارزه از ابتدا تا کنون. بله. خب کارشناسا معتقدند که در ابتدا شاید این طیف‌های سوسیالیست، چپ، مارکسیست، لنینیست بودند که جنبش دانشجویی رو آغاز کردند در دوره گذشته. پس از اون در اوایل انقلاب اسلامی در 57 این شاید اسلامگرایان بودند که جنبش رو صاحب شدند یا اکثریت اون رو تشکیل دادند. فکر میکنید در حال حاضر جنبش دانشجویی چه مشخصه هایی داره؟ مهمترین ویژگی جنبش دانشجویی در سالهای اخیر این هستش که بسیار متنوع و متکثره.
من میتونم حدس بزنم بنابر شواهدی که در دست دارم که دانشجویانی که تفکر لیبرال، آزادی خواهانه و نگاه معتدل ملی گرایانه، نگاه معتدل غرب گرایانه دارند دست بالا رو دارند. ولی قطعا باید پذیرفت که دانشجویان چپ مارکسیست، دانشجویان مسلمان، دانشجویان ملیگرا، همه جوری از نهضت‌های مختلف فکری در دانشگاه هست. منتها مسئله اصلی همونجور که اشاره کردم یک چرخشی هستش که ما از اون نگاه رادیکال تند به اصطلاح ضد امپریالیستی اوائل انقلاب به طرف یک نگاه مدنی، نگاه دموکراتیک، نگاه سکولار، نگاه متکثر و نگاهی که در واقع با جهان و جهانی شدن فرهنگ و روابط نسبتاً راحته، نه اینکه تسلیمش بخواد بشه ولی که راحت هست. من این نگاه رو بیشتر میبینم الان در دانشگاه های ایران، نگاه مدنی جنبش دانشجویی در شرایط فعلی. بله. آقای مشایخی، موضوع مهمی که مطرح هست، بسیاری از کارشناسان جنبش دانشجویی بحث احتمال یک انقلاب فرهنگی دوم رو مطرح کردند. از این صحبت میکنند که احتمال یک پاکسازی گسترده در سطح دانشگاه ها وجود داشته باشه، کما اینکه برخی ها میگن این انقلاب فرهنگی به صورت نرم از دو سال پیش تا به کنون اجرا شده. بله. خیلی از دانشجویان اخراج شدن، محروم شدن، بسیاری از اساتید رو بازنشستی کردند، به دلایل گوناگون محروم کردند. چی فکر میکنید؟ فکر میکنید احتمال چنین انقلاب فرهنگی، چه نرم چه در وجه دیگری، وجود داره؟ اولا که تعداد اینها دیگه از دست من در رفته. به واقع شاید ما از نظر صحبت بر سر این مسئله بیشتر از بار دوم هم باشه، چون من خب همه میدونیم که بار اول حدود یک سال بعد از انقلاب 1357 بود، یک سال خورده‌ای بله انجام بعد از انقلاب بود که بحث بستن دانشگاه ها و به دنبالش مسئله انقلاب فرهنگی آغاز شد. خب اونو نتایجش رو میدونیم و غیره. بعد در دوره آقای خاتمی به خاطر اینکه بار دیگه دانشگاه ها فعال شدند و به کانونی برای ستیز جویی تبدیل شدند، من خاطرم هست که این بحث ها مدت ها ماه ها ادامه داشت. صحبت شد که چه اقدامات جدیدی برای اسلامیزه کردن دانشگاه ها انجام بشه، ولی به همون سرعتی که آغاز شد به همون سرعت هم مباحث پایان یافت. اون موقع اسمشو انقلاب نمیذاشتن، انقلاب فرهنگی، ولی اسلامی کردن دانشگاه ها تحت اون عنوان این بحث ها چند ماهی ادامه داشت. الان شاید بار سوم باشه حداقل. و اینکه آیا حکومت در شرایط کنونی میتونه امری رو به پیچیدگی انقلاب فرهنگی به اصطلاح ادامه بده، تقریبا احتمالش نزدیک به صفر است، اگر خود صفر نباشه. به چه دلیل؟ برای اینکه اولا از نظر سیاسی حکومت به قدری درگیری داره که به هیچ وجه اصلا فرصت این که بتونه یک همچین کار دشواری رو بخواد به پیش ببره رو نداره. این اول اصلا. دوما این که شما میخواین دانشگاه رو انقلاب فرهنگی بکنید، اسلامیزه بکنید، احتیاج به کادرهای علمی دارید، احتیاج به تدوین کتب درسی دارید، احتیاج به استادهایی دارید که بتونن این امر رو به پیش ببرن. آقای خامنه ای گفته بود اخیراً که کتاب های رشته علوم انسانی مشکل اصلی ماست. درست. و خب سوال این هستش که اگر به قول خودتون 1,000,000 دانشجوی ایرانی به هر حال در نوعی از علوم انسانی دارن به تدریس به تحصیل ادامه میدن، چگونه میخوان با این 1,000,000 اینها رو جایگزین بکنن توسط استادها و کتبی که چیز دیگری درس بدن؟ از کجا میارید اصلا مطالبشو؟